خیلی برنامه جالب بود. من اصولا سوتی نمیگیرم، این کار زشت میدونم که مثلا بیای سوتیه حالا یه کسی که خودشو رهبر سیاسی میدونه بیایی بگیری، این کارا رو خود چیپ میدونم. ولی سوتی آقای رضا پهلوی رو سر سیمرغ گرفتم چون حامیان عقب افتاده و پس فطرت ایشون واقعا هم درود بر شما بانو، بانوی گرامی، بانو نیک، و واقعا حامیان پس فطرتی هن. افرادی هستن تنها ضد پادشاهی نمیشه اینا رو نام آورد، اینها ضد ایرانی هن، ضد بنیان ایران هستن. اسناد و مدارک شما بارها رو کردیم که اینها چه طیف کثیفی هستن، و دیدم که یک سری از این عقب افتاده رو شروع کردن که شخصی که ما ارادتی بهشون داریم، آدم به هر حال وطن پرستی، هرچند اشتباهاتی ازشون میبینم در تلویزیون عقب افتاده هایی چون این آقای بهبهانی و یا تلویزیون وهابی ها چون تلویزیون کلمه این آقای فرامرز دادلس رو دیدم، اینا ایراداتی است. ولی در کل فعالیتاشون و فعالیت‌های مثبتی ارزیابی کردم، حتی زیاد وارد عمق افکارشون نشدم، ولی چیزهایی که دیدم به هر حال فردی است که بخشی از حقایق داره میگه. و من وقتی که اومدم پرداختم به رضا پهلوی، گفتن دو سه ساعت قبلش گویا آقای فرامرز دادلس هم پستی گذاشته و یه همچین حرفی رو زدن. خب این حامیان احمد میگفتن امید کپی کرده از آقای دادلس. ببین اینجا دو تا بحثه، این که حالا آقای رضا پهلوی یا این عقب افتاده سیمرغ و ققنوس و اینا رو نمیشناسن یک بحثه، نه ما همینا رو میشناسیم، ولی مسئله اینه که من واقعا پست آقای دادلس رو نخونده بودم، و اگرم میخوندم دوباره این ویدیو رو میدادم. چرا میدادم؟ چه ربطی داره؟ خب آقای دادلس یه چیزی رو فهمیده، درست فهمیده، همون هم میایم تکرار میکنیم. ما که شکم مادرمون دانشمند که به دنیا نیومدیم. درود بر محسن عزیز، درود بر بانو سوزی عزیز، درود بر جناب محمد. و اگرم من اون پست رو میدیدم، باز میمونم اون تیکر رو به آقای رضا پهلوی مینداختم که تو فرق بین سیمرغ و ققنوس رو نمیدونی. ولی جالب این بود هواداری رضا پهلوی چقدر اینا از من متنفرن، اومدن حمله میکنن به من که تو این سوتی 16 مونو از روی دست آقای دادرس دیدی. آقا بر فرضم همین طور باشه، این چه چیزی رو برای شما درست میکنه؟ این چه چیزی رو در باب بیسوادی مفرط 16 درست میکنه؟ حالا ما از دست اصلا دیدیم یا ندیدیم، این یه بحث دیگری است که اولا من ندیدم، اگرم دیده بودم باز ویدیو میدادم. ولی این که حالا من از دست هر کی دیدم یا اصلا ندیدم، الان این مثلا کمک حال 16 بعد با وقاحت این حرام لقمگان حامی رضا پهلوی، این بی شرف ها اصلا آدم میمونه بابا تو این نوروزی یه ذره آدم شیر سال نو شده، اومدن و تاریخ جعل میکنن. بعضی هاشون چقدر بیشورن، میگن که آقا جان ما اصلا چیز ققنوس نام یونانی پرنده سیمرغ، ایرانیش ما میگیم سیمرغ، یونانیش میگی ققنوس. آخه عزیز دلم رضا باز بیشعور، فدای تو بشم من، اینا دوتا پرنده مجزا از همه، هیچ ربطی به هم ندارن. ما کلی پرنده باستانی مثل چمروش و سیمرغ و اینا، حالا خیلی پرنده زیاد داشتیم در دوران باستان که بعد بشینیم اینا رو یکی یکی برنامه هم اگر لازم شد میسازیم، ولی بحث اینا نیست. شما بی سوادی 16 رو آخه چجوری میخواید با اینجور، آخه این چه حرفیه میزنیم؟ امید از دست این دیده، یعنی واقعا عقب افتادگی این طیف بسیار سطح پایین منو همیشه متعجب میکنه. آخه مگه میشه؟ مگه داریم یک جریان سیاسی در بیشعوری با مجاهدین خلق رقابت کنن؟ یعنی شما با بچه حزب اللهی، ببینید ما نشستیم، ما تو ایران به هر حال در دوران زندانمون که آدم کچر و کراوات زده چیز نمیومد که ما مصاحبه چیز کنه، که اینترویو کنه و ما رو بازجویی کنه، که 4 بعد چیز میومدن حزب اللهی بودن، حالا اطلاعاتی بودن میومدن. بابا من با بچه بسیجیش هم تو اون مملکت نشستم کلی بحث کردم. به مراتب یک بچه بسیجی که فکر میکنه مهدی وجود داره، فکر میکنه خدا و قرآن و اینا همه راستکیه، عقلش توش باش بحث میکنی، یه منطقی ته صحبتاش پیدا میکنی.
ندیدم بیشعورتر از مجاهد خلق و حامی رضا پهلوی، حتی چپ های کمونیست که چندشاورترین، یکی از چندشاورترین جریانات سیاسی هر ته نمونهشون بر پایه منطقی دارن حرف میزنن. به به، درود بر جناب حکیمی کوچیکم، خوشحالم که هستید. ندیدم یک جریانی همچون مجاهدین خلق و حامیان رضا پهلوی که توهی کاملا از منطق باشن. به عنوان یک هوادار دو آتیشه پادشاهی هم دارم اینو عرض میکنم. به جان مادرم، صد تیکه منو بکنم، این صد تیکه من هوادار نظام پادشاهیه. هیچکی از من دنبال پادشاهی بیشتر نیست. من انقدر دنبال پادشاهیم، وقتی که دیدم با رضا پهلوی نمیشه به این نهاد ورجاوند و سپند رسید، ببینید چقدر من نهاد پادشاهی رو دوست دارم که اومدم این سیستم رو گفتم. اونایی که حداقل اومدم دیگه فکر کنید روی سپاه پاسداران دارم سرمایه گذاری میکنم، شاید یک روزی ما به پادشاهی برسیم. چون من آدم رئالیستی ام، من با خیالاتم زندگی نمیکنم. وقتی که میبینم که کسانی که امروز خودشون رو هوادار پادشاهی میدونن، پوزش میخوام ادبیاتم امشب یه خورده اینجوری، این چلقوزهای بی سوادن، خب ببخشید رو اینا که اینا شلوارشون رو تو اروپا نمیتونن بالا بکشن، شلوارشون رو نمیتونن بالا بکشن. یکی از این بیشورا میگه که آقا امید دو، من چند ساله تو اروپا نتونستم 4 تا سفر برم، این امید دانه چجوری انقدر سفر میره؟ خب عزیزم تو بی سوادی، تو اروپا نتونستی 4 تا سفر بری، تو چلاقی، تو نفهمی، تو نمیتونی حتی یه دونه رایان ایر پیدا کنی ببینی که ای پرواز میکنن، پرواز ارزون قیمت در بیاری در اروپا. پروازایی که من انجام میدم در اروپا، قربون شکلت برم، میدونم چه جوری برم بلیت بخرم که پروازم رفت و برگشتم تازه با خانومم بشه 500 کرون. 500 کرون به یورو میشه 50 یورو. من با 50 یورو رفت و برگشت سفر میکنم. تو وقتی که میگی من چند ساله تو اروپام، نمیدونم امید چجوری اینقدر سفر میکنه، یک فرد احمق و بیشوری، نمیدونی چه فصلی باید سفر کنی. تو هنوز در اروپا نمیدونی بهترین زمان سفر برای ارزون بودنش برای قشر ضعیفی به مانند ما زمانیست که ژانویه تموم شده باشه، چون تو ژانویه خیلی سفر، بعد از ژانویه بابا هتل ها بیایی ببینی چقدر ارزونه. بهترین هتل‌ها رو من میگیرم در اروپا در این ماه با قیمت‌های بسیار پایینه، شبی 30 یورو، تازه با صبحونه. هواپیما میشه رفت و برگشتم از سوئد به ایتالیا یا به هلند یا به لندن، همه جا من زیاد سفر میکنم، میشه 50 یورو تازه با همسرم. کل مجموع سفرهای من هر سفرم نهایتا میشه 1000 یورو کلش، یعنی میام یه هفته داده، خیلی هم خونه دوستان میمونم. وقتی که میام بعضی جاها رو هتل میرم. خب تو هنوز بعد از این همه سال یک سفر تو اروپا نمیتونی بری. ولی من وقتی که اومدم در اروپا، بعد چند سال راه و روش زندگی کردن در اروپا رو بلدم. خب تو میخوای مملکت منو به چرخونی، قربون شکلت برم. تو که هنوز به قول خودت، من که نمیگم، تو میگی من نمیدونم اومی چه جوری میره. توی که من از 30 سال در اروپا زندگی کردن هنوز بلد نیستی. میخوای خرید بکنی، با اینترنت چجوری میتونی خرید بکنی؟ من تمام خریدامو اینترنتی کردم، لوازم برنامه سازیمو، چون ارزون تر در میمره. میدونستم از کدوم شرکت بگیرم ارزون تر بشم که مثلا بتونم با وسع مالی که دارم بهترین کیفیت رو به دست بیارم. من تلاش میکنم با پول کمی که در اختیارمه چجوری زندگی کنم که لذتشم ببرم. حتی نمیدونی اینو، بعد تو میخوای مملکت منو نجات بدی؟ چون نمیفهمی، چون نفهمی، چی فکر میکنی؟ میری بغل خوک وای میسی و بغل چی میگی من دارم حمالی میکنم؟ من حمالم، 30 ساله در اروپا زندگی میکنم، شغل من شرافتمندانه است، حمالی میکنم، ولی پول ندارم مثلا امید دانا از سپاه پاسداران پول بگیره ولگردی میکنه تو اروپا. خب تو نمیفهمی، تو بلا 30 سال داری میگی چقدر حامیان رضا پهلوی بیشوره که هنوز نفهمیدن آقا جان سفر کردن در اروپا راه و روش داره و اگر بلد باشی چجوری سفر کنی، قیمت سفرت از توی تاکسی گرفتنه توی شهر خودتونم ارزون تر در میاد، چه موقع چه زمان. خب اینا رو من میبینم، بهتون میگم شما ها یه مش حامیان آقای رضا پهلوی عقب افتاده هایی هستید که دقیقا مختص ایشونید، چون نمیفهمید زندگی چجوری میشه کرد در اروپا.
حالا امیدانا خوب میگرده به حال اینا، فکر میکنین امیدانا داره پول آنچنانی از سپاه پاسداران میگیره، در حالی که خیلی از عزیزانی که اومدن خونه زندگی منو دیدن دهنشون وا مونده توی خونه مثلا 60 متری، میگه آقا من مثلا برنامه‌تو میبینم فکر میکنم تو یه استودیو خیلی بزرگ داری. میگم من استودیو بزرگ ندارم، شعور دارم، میدونم که با دو تا پروژکتور من دو تا مثلا با پروژکتور ارزون قیمت پروژکتورمو چه جوری بخرم، چیکار کنم، چه جوری بزنم کیفیت کارم بره بالا. اینا رو میفهمم، میفهمم چه جوری با پول کم میشه زندگی کرد، اینو نمیفهمم. من حالا برای بازی مثلا یکی از بازیهای تیم ملی رو برای جام جهانی بلیت گرفتم دارم میرم. ببینید وقتی که بلیت ها رو مثلا میخواستم بدن و هتل و فلان و همینا، هر کسی رفت دنبالش کمتر از مثلا 30,000 کرو میشه 3,000 یورو در نمی آورد. من میدونستم چه جوری باید اینا رو بگیرم با یه قیمت خنده داره. طرف میدونم 3,000 یورو رو من کردم 700 یورو 800 یورو بازی مثلا تیم ملی رو بلنشم برم سنت پترزبورگ در جام جهانی ببینم. خب میدونه حالا الان مثلا یه عده بیشور چون نمی حامیه عمومانم حامیان رضا پهلوی چون بلد نیستن زندگی کنن، امیدانا سپاه پاسداران داره بهش پول میده. نه قربونت برم سپاه پاسداران به من پول نمیده، من شعور دارم هواپیماهای ارزون قیمت اروپا رو شناسایی کردم، حالا حداقل بهتون یاد میدم، به اونایی حتی اون عزیزانی که دارن نگاه میکنن که بزنم به تخته، حامیانی که به هر حال میگم حامی چون من در حدی نیستم هوادار داشته باشم، مخاطبان ما که همه مثل آقای حکیمی که الان اینجا دیدم وضع مالیشون، یا جناب روزبه و اینا بزنم به تخته وضع مالیشون خوبه، ولی این حامیان آقای رضا پهلوی چون یه مش عقب افتاده هستن، من بهشون یاد بدم حداقل قربونت برم. سایت رایان ای رو من براتون میفرستم، یکی دو ماه سه ماه جلوتر شما بلیت بخرید، بعضی وقتا قیمت بلیتاش مثلا فکر کنید با 10 یورو هم شما میتونید سفر برید. اینو حداقل بیاد من بهتون یاد بدم، یه خود شعور زندگی کردن در اروپا رو یاد بگیرید، بعد برگردید بگید امید دانا رو به سپاه پاسداران پول میده یا نه این حرفا. و یک نکته دیگر هم دوباره یادآوری کنم، اونایی که خیلی به پرپاچه سپاه میپرن، ای کاش حداقل خودشون حداقل بعد از 30 سال زندگی کردن در اروپا ارزه بلیت خریدن هواپیما رو در اروپا داشتن، بعد میمونن به سپاه پاسدارانی که تا سوریه از کل منطقه رو با درایت خودش از دست چنگال خبیث داعش نجات داده میومدن نظر میدونن، تا حداقل خودت یه ذره ارزه به خرج بده بعد بگو سپاه پاسداران. سپاه پاسداران نباشه پوزش میخوام. شما حامیان چلغوز رضا پهلوی میخواید مملکت به چرخونید که بعد از 30 سال بلد نیستی تو اروپا چه زندگی میکنید؟ من امید دانه که چند سال اومدم بعد بهت یاد بدم، واقعا آدم میمونه برگشتن میگن امید دانا چیز رفته از دست این کپی کرده که شاهزاده ما چیز کرده سوتیاق. عزیز دلم اخبار در روز همه چجوری اخبار کپی ما هم مثلا من الان امروز فرانسه یه اتفاق تروریستی افتاد چجوری فهمیدیم؟ اخبار باید بری گوش کنی یا اتفاقات روز همه می نویسن می فهمن دیگه، واکنش نشون میدن نسبت به اتفاقاتی که تو روز می افته. خب منم فهمیدم که آقای رضا پهلوی همچی سوتی، اولا که آقای میام حالا جالب بود یکی از دوستان دیگر به من گفت، آقای دادرس راستش پستش هم اصلا ندیده بودم، بعد که یاران گفتن یه ده عقب افتاده حامی رضا پهلوی رو این دارم مانو میدم متوجه شدم. من در روز چجوری میفهمم؟ همین دوستانی که الان دارن برنامه من نگاه میکنن، به به درود بر بانو دوست گرامی، یاران به این پیام میدن میگن امید خبر اینو دیدی؟ من مگه یک تنه میتونم تمام اخبار رو رصد کنم؟ اولا این بخش اخبار گسترده و مخاطبان میدن، یه بخشی هم 4-5 تا بچه های روده هستن که به من کمک میکنن، اخبار رو رصد میکنن به من میدن، منم میام سریع برنامه میکنم. حالا تو به من اینو پاسخ بده، رضا پهلوی تو که این سوتی وحشتناک میده فرق بین سیمرغ و ققنوس رو نمیدونه؟ شما عقب افتادا گیر دادید به یک نماینده مجلس که نام یک موزه خارجی نمیدونه؟ بعد جالبه ببینید ما واقعا با چه جامعه ای طرفیم. پریشب یکی از این دوستان عزیز سن و سالی هم دارن، اومده نوشته این آقای نماینده مجلس هنوز بلد نیست موزه لوور بنویسه، و خودش لوور رو چجوری نوشته؟ با یه واو نوشته. خب عزیز دل من، لووری که تو داری الان گیر میدی به نماینده مجلس با دو تا واوه، تو هنوز نوشتنش رو بلد نیستی، بعد داری گیر میدی یه نماینده مجلس چرا مثلا سوتی داده؟
بعد در این حال از رضا پهلوی دفاع میکنه. حالا این سیمرغ و ققنوس که تو سرش بخوره، از این سوتیه که زیاد داده، سوتیه محتوایی چون مفاد قرارداد ترکمنچای رو نمیدونه. رضا پهلوی فیلمش هست، من گذاشتم و خندیدیم، برگشت گفتش که قرارداد ترکمنچای باعث شد که سمرقند و بخارا جدا شه. خب این فرد غیر سیاسی که خودش هم بیچاره بارها گفته، گفته من فقط بدبختیم اینه که تو خانواده پدرم به دنیا اومدم، تو خانواده شاه به دنیا اومدم، وگرنه من میرفتم عکاس و نقاش و از این چرت و پرتا میشدم. این هنوز نمیدونه آخه این چه جور شاهزاده ای که بابا جان هر کسی که الفبای تاریخ ایران رو خونده باشه میدونه قربت برم سمرقند و بخارا قرارداد آخال بود که اینا رو جدا کرد، قرارداد ترکمنچای قفقاز و اینا رو جدا کرد از ما. تو هنوز این آقای رضا پهلوی قربون شکلت برم نمیدونی. حالا نمیدونی ایرادی نداره، این عقب افتادهای حامی تو وقتی که میایید اون نماینده مجلس رو مسخره میکنید که نام نهایتا یک موزه اروپایی رو هر چقدر معروف نمیدانند، بابا رضا پهلوی شما تاریخ خودش رو نمیدونه. چی آخه در مورد چی صحبت میکنی؟ ایناست که من باعث میشه که واقعا حرصم در بیاد، واقعا خندم بگیره. از چی صحبت میکنید؟ یه ذره خب بابا نه تحصیلاتی دارید نه اهل مطالعه خودتون هستید، واقعا مملکت رو الان شما فکر کنید گور پدر خامنه ای، گور پدر جمهوری اسلامی، گور پدر ولایت فقیه، گور پدر سپاه پاسداران از شما میگید، همه اینا رو بذاریم کنار، مملکت رو شما میخواید بچرخونید؟ شمایی که به قول خودتون بعد از 30 سال در اروپا میگی من مایی که 30 سال در اروپایی نمیتونیم اینقدر سفر بریم، امید دانا چجوری اینقدر سفر میره؟ توی که بعد از 30 سال نمیدونی تو اروپا، به قول خودتون من دیدم آخه خیلی از این عقب افتادهایی به ویژه کمونیست عقب افتاده توی استکهلم ما داریم، طرف 7 ساله 8 ساله مثلا خودش میگه، میگه من نتونستم یه سفر برم. خب وقتی که شما یه سفر هنوز بعد از 30 سال تو اروپا نمیتونی، من میای منو میگیر آقا این رفته پول مثلا میگیره از سپاه، نمیفهمی که بابا جان هواپیماهای ارزون قیمت وجود داره در اروپا که شما اگه توی فصل مناسب ماه مناسب بگیری از خرج تو تاکسی شهری که زندگی میکنی ارزون تر در میاد بلیط هواپیما، اینو هنوز نمیدونی. بعد مملکت ما چجوری بدیم دست شما؟ این صحبتی است که ببینید آخه خیلی ها میگن امید دانا سپاه پاسداران فلان مسلمان، آقا من نمیدونم شما میدونید، یعنی منی که 24 ساعت دارم مطالعه میکنم، منی که 24 ساعت توی بحثم، یاران اگر میخوان صحبت کنم میتونم بیان رو خطا بیان صحبت کنم، صحبتاشون رو میشنویم، صحبت یه جورای آزاده. گفتم دیگه حالا تو هتلیم و دیگه شب خیلی وقت باهاتون صحبت نکردم بیام یه حرفی بزنم، ولی به هر حال کسی خواست میتونه بیاد رو خط. و من اینها رو دیدم فکر میکنیم واقعا من از ته دلم از اون فرد ریشوی مسلمان تسبید به دست سپاهی خوشم میاد ذاتا؟ نه، ولی دارم عملا میبینم کسایی که تو جبهه‌ای که دارن مخالف اینان حاضر نیستن هزینه بدن، نه حاضرن هزینه جانی بدن، نه حاضرن هزینه مالی بدن، هزینه تو سرشون بخوره، بعضیشون بخوان هزینه هم بدن ارزه و جربوزه ندارن اصلا، نه سوادشو دارن نه هیچیشون. خب ببخشید من اینا رو میبینم مگه مرض دارم که بگم آقا سپاه پاسداران باید از بین بره فلان بشه ال بشه؟ خب اینا رو داریم میبینیم که یعنی واقعا بعضی وقتا میمونم چی بگم، آدم شوکه میشه از بیخردی و عقب افتادگی این جماعت، دور خودشون جمع میشن، طرف انقدر بیشعوره، یه دونه صحبت میکنه 10 بار رضا شاه دومم الاغ، ببخشید اینجوری میگم واقعا الان برنامه رسمی نیست، آخه چی بگم جز الاغ؟ خودش میگه من شاهزاده نیستم، خودش داره میگه من فلانم، خودش داره میگه آقا مثلا علاقه به پادشاهی نه، تو هنوز بهش میگی رضا شاه دوم؟ منم با صحبت میکنیم اون بنده خدا یه دوست دیگری با شخصیت، آقای دانا هر وقت نام شاهزاده رو درست آوردی شما قابل پاسخ دارید، بابا خودش میگه من نیستم، تو چی میگی؟ آقا اختیار خودش هم نداره رضا پهلوی؟ میگه من اعتقادی به پادشاهی ندارم، کجا باید بگه؟ چجوری بلدم بهشون میگه کجا گفته؟ آقا مصاحبه با آقای فرهودی گفت، مصاحبه در رادیو فردا با این آقای یزدان پناه که الان در برنامه
روبرو همون حرفایی که همه میزنن داره میزنه گفت. در این مسابقه اخیرم که با آقای خلجی، بابا حداقل من که مخالفشم همه صحبتاشو گوش میکنم ببینم چی میگه. شما حامیان آقای رضا پهلوی صحبتاشو گوش نمیکنی؟ آخه بابا بیشعوری، حماقت، خاک برسری، حدی داره، به مرگ مادرم حدی داره. چجوری شما میتونی حامیه یه همچین شخص خشک و زنانه؟ من سفرم میام یاران دیدن تو اروپا، سفر سیاسی بیشترش، 90% یعنی 90% سفرهایی که من دارم میام توی سفر همش جلسه سیاسی، گفتگو سیاسی، 10% هم میرم شهر رو اینا رو نگاه میکنیم. بلند شدم لندن رفتم یه مجری بی بی سی رو دیدم، دو تا مجری من و تو رو دیدم، با جناب نجم محمد علی رو دیدم. بعد دیگه یاران لندن شاهدن دیگه، چند تا از شما بچه های لندن رو من دیدم، بیش از 7 تن از بچه های لندن رو دیدم که لایوهای منو میان نگاه میکنن. الان 2 روز اومدم به ایتالیا، یه روز میلان بودم، امروز ورونا بودم، الان هم اومدم شهر دیگری و حالا یه مدت طولانی تری در ایتالیا خواهم بود. سفرم فشورده نیستی، خود باستره، دیدارهای دیگری رو خواهم داشت. الان تو این 2 روز کلی دیدار داشتم. آقای رضا پهلوی که 90% سفرش تفریحی هم هست، تازه مثل من که نمیاد هتلای معمولی بگیره با هواپیمای معمولی بره. شما میخوای ببینید کی پول از کجا میگیره، برید ببینید رضا پهلوی بعد از این همه سال این پولا رو اکو. پول پدرش هم که به کسب و کاری نزد که، اینقدر یعنی شعور نداشت که آقا من این پول پدرم رو بردارم به کسب و کاری بزنم. بیچاره اون والا حضرت اشرف هم که ایشون و مادر گرامیشون افسرده کردن، به کناری زدن، ایشونو گوشه نشین کردن. والا حضرت اشرف پهلوی برید نگاه کنین. من اینا رو که الان نمیگم که بگید مرده داره میگه، من زمان زنده بودن والا حضرت اشرف، من اولین کسی هم که شهامت اینو پیدا کردم در فضای سیاسی کشورمون از والا حضرت اشرف پهلوی دفاع منطقی بکنم. الان ببینید کار به کجا رسیده. دفاعی که من از والا حضرت اشرف پهلوی پس از 37-38 سال، اون موقعی که 37-38 سال از این حکومت گذشته بود و ایشون زنده بود، ما انجام دادیم در سال 2015. اون موقع یکی از یاران که به ما کمک کرد و با رضا پهلوی تو دفترشون رابطه خوبی داشت، گفت امید تو رو خدا شاهزاده نفهمه من کمک کردم. گفتم چرا؟ گفت اگه بفهمه ایشون میدونی با عمهشون خوب نیستن و ناراحت میشن که من سر برنامه والا حضرت اشرف تو کمک کردم. خب الان برید نگاه کنید دفاعی که من از اشرف پهلوی کردم، چون دفاع منطقی بود، به ویژه سر اون بخش قاچاق مواد مخدر چقدر فوش خوردم، چقدر عقب افتاده های چپ کمونیست من فوش دادم. الان صدا و سیمای جمهوری اسلامی اومده مستند برای والا حضرت اشرف ساخته، خیلی قشنگتر از من. خب با امکاناتی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی داره مسلما باید هم قشنگتر از من میساخت. من واقعا مستند فوق العاده است و در مستندش دقیقاً بخشایی که من تو برنامه‌ام گفتم و اینها، من چون میگم با مجریان صدا و سیما بعضیاشو من در تماس هستم، گفته دیروز اتفاقا یکی اینو گفتش که توی میلان بودیم، گفت واقعا تو حالا ارتباط داری؟ اومدم چت ها رو نشون دادم، گفتگوها رو نشون دادم، گفتم اینا بفهمین چت هامون و اینا، اینم تلفن این مجری اون مجری، بله تماس داریم، نه اینکه من تماس پیدا کرده باشم، برنامه هامو میبینن، تماس میگیرن، خوششون میاد. نه تو مستند والا حضرت اشرف شما دیدید، چون دفاع منطقی از اشرف پهلوی کردم، مستند جمهوری اسلامی برنامه ساخته برای اشرف پهلوی و در اون برنامه بحث قاچاق مواد مخدر رو میگه دروغه. بیا آقای رضا عزیزم، شما برای چی اومدید دوست دارید؟ آقای اشرف پهلوی مگه دفاع هم دارد؟ چی بگم دیگه؟ نه اصلا وارد اینجور کامنت های اینجوری نمیشم. حرفی دارید بیایید روی خط اینا. حتی بیشتر ما میایم اینجا یاران خودی، بر همین توی فیسبوک شخصی من اومدم یاران خودی، اونایی که دیگه هنوز میگه صدا و سیمای جمهوری اسلامیش دیگه مستند گذاشت گفتش که مواد مخدر بحث اشرف پهلوی دروغ بوده، شایعه دشمناش بوده. یک مستندی کاملا در دفاع، حتی بحث این موارد روابط نامشروع با مردانم، حتی مستند جمهوری اسلامی از این منظر اومد توجیه کرد، اصلا اومد دفاع کرد از اشرف، آره این چیزا بوده به خاطر این دلیل، به خاطر اون دلیل، و عمده دلیلش هم گفت به خاطر که یه حلقه درست کنه سلطنت
محمد رضا رو نگه دارم. ولی در کل مستند به جز این بخشی که این مستند به مسائل جنسی والا حضرت اشرف پرداختن، عموم مستند با موزیک نوستالژیک داشت دفاع میکرد از اشرف پهلوی. خب شما برید زندگی اشرف پهلوی رو بخونید، زندگی آقای رضا پهلوی رو هم بخونید. آخه بر این یه چیزایی هم تزایی هم اینا برای خودشون درست میکنن، یه تزایی هم درست میکنن که آقا وزارت اطلاعات طرح داده تو خاندان پهلوی هر کی فوت کرده این امید داره دفاع کنه و هر کی زنده است و تنها امید نجات مملکت ما آقای رضا شاه دوممون رو خراب کنه. زکی تنها امیدمون شد رضا شاه دوممشون. خب ببینید آدم با چه ابتذالی طرف میشه، چه عقب افتادن اینا. رضا پهلوی رو تنها امید اینا. منم خاک بر سر وزارت اطلاعاتی که طرحهاشو انقدر شما عقب افتادهایی که هنوز به قول خودتون سفر نمیتونید تو اروپا داشته باشید. خودتون میگید، من چون یکیشون ویدیو برای من بچه ها فرستادن، خودتون میگید که شعور سفر تو اروپا رو ندارید. خاک بر سر وزارت اطلاعاتی که شما عقب افتاده حامی رضا پهلوی تونستید طرحشو شناسایی کنید و مأمور کارکشتش امید دانا با این همه تجربه هم شناسایی کنید. حالا واقعا چی بگه؟ و نکته اینجاست که در حقیقت وقتی شما تاریخ رو میخونید بحث این چیزا نیست کی زنده است کی مرده است. میگم من در زمان زنده بودنشون از والا حضرت اشرف دفاع کردم، زندگیشون رو بعد بخونید. آقا شما یه کار مثبت از این رضا پهلوی به من بگید. خب برید والا حضرت اشرف هم تو همین دوران تبعیدش در اون ابتدا ببینید چه زحماتی کشید. و اینو یادتون باشه هنوز این حملات، همین الان هم یکی کامنت گذاشت که مگه اشرف پهلوی قابل دفاعه؟ در هر مملکتی کسانی که نماد اقتدار هستن اونها رو میزنن، یکیش اشرف پهلوی است. اشرف پهلوی نه تنها قابل دفاع، قابل ستایشه. اشرف پهلوی دیگه مستند جمهوری اسلامی دیگه اعتراف میکنه و برمیگرده میگه که بابا جان اشرف پهلوی باعث شد که آذربایجان و کردستان ما نجات پیدا کنه در دیدارش با استالین، و باعث شد که استالین ارتش کمک ارتش سرخ از پشت پیشوری ها برداره، از پشت قاضی محمد ها برداره. اینا حقایق تاریخی است. یه دوست عزیزی نوشته سالار حاتمی، جمهوری اسلامی به زانو در آمده جلوی ملت ایران. تکبیر، قربونت برم جناب سالار. من انقدر بدم میاد از این شعار و شعر گفتن ها. اینجا داریم بحث منطق میکنیم نه شعار و شعر، و خیلی برام جالبه واقعا اینجور شعار و شعر ها. آدم بر چقدر مثلا اینجا اپوزیسیون نیستش که واقعا بخوایم حرفای سطحی بزنیم. ادبیات اپوزیسیونی ادبیات واقعا مشمئز کننده ایست، چون شعار و شعره. مثل اون کسایی که دیدی رفتن توی کوه دربند، توی کوی دربند، و اونا رفته بودن مجاهدین خرق اینجوری با هم دیگه مش پیرمرد پیرزن اینجوری رو فرمچی رئیس جمهور آیندهمون مریم جمع کنید بابا جان. تو همین شلوغیای 96 یه دونه سپاهی تو خیابون نریخت، کجا به زانو در اومده؟ چرا چرت قدرتمندترین حکومت، به ویژه من اینا از آقای فرهنگ مهر میگم که زرتشتی و چیز بودن وزیر دوران آقای هویدا بودن و زرتشتی زاده هستن، و آقای فرهنگ مهر که بسیار بهشون ارادت دارم، با کتاب دیدی نو از دینی کهنشون با زرتشت آشنا شدم و افتخار میکنم یک زرتشتی هم و افتخار میکنم یک مسلمان نیستم. اما آقای فرهنگ مهر میگه در 400 سال گذشته یکی از قوم، یعنی میگه در 400 سال گذشته قدرتمندترین حکومتی که کشور ما به خودش دیده، چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، در حال حاضر جمهوری اسلامیه. اینا کسی داره بهتون میگه 100% با جمهوریت و اسلامیت این حکومت نه تنها زاویه داره بلکه دشمنی خونی دارم. اما من مسئله بر اساس حقیقت نگاه میکنم. ما واقعا پس از دوران هخامنشی و میتونیم بگیم در مقطعی در دوران ساسانی، این برای بار دومه که به دریای مدیترانه رسیدیم. حالا شما خنده بذار دوست هست، شما برو توهم داشته و 40 سال شماها رو دیدیم، توهماتتون رو دیدیم.
امسال سال آزادیه، برید منتظر آزادی باشید. حالا اونم چه آزادی؟ اینهایی که حامی رضا پهلوی هم میخوان بیان مملکت نجاره. نه، ما جمهوری اسلامی رو گام به گام محتواشو ایرانیزه خواهیم کرد، گام به گام جمهوری اسلامی رو عوض خواهیم کرد، گام به گام اسلام اهریمنی رو از کشورمون بیرون خواهیم کرد. راهی هم نداریم. بعضیا میگن این نشدنیست. خب شاید بعضی هم درست بگن، راهی نداریم، یعنی چیز دیگه وجود نداره جزی. ولی من طبق تجربه و 17 سال کار سیاسی که دارم میکنم، هر روز دارم میبینم خیلی از بخشای حکومت، به ویژه همین صحبتهای اخیر آقای سردار حاجی زاده، شما برید گوش کنید سردار حاجی زاده را، گذاشتم برنامهشو گذاشتم، برید در یوتیوب هم نگاه کنید. اگر ملی تر از ایشون کسی در اپوزیسیون در این سالهای اخیر مصاحبه داشته بر اساس واقعیات، نه بر اساس این توهمات که الان دوستمون شعار و شعر داد، آی حکومت مثلا به زانو در اومده، آره بابا به زانو در اومده، زی خیال باطل، بر اساس منطق کسی مصاحبه داشت که ملی تر از سردار حاجی زاده بود، بیاره برای من کوچیکشم هستم، همه حرفامو پس میگیرم. من مصاحبه رو تحلیل کردم دیگه، اون شب دیدید جمهوری اسلامی که نمیتونه با زمان خلق خالی پیش بره. ببین عزیزم، همش دارید شعار شعر دیگه، شعار، یعنی واقعا الان جمهوری اسلامی مثلا بره، خب قربون برم سالار جان، شما میخواید بیاید واقعا حکومت کنید؟ یعنی حرف منطقی باید بزنید. این کی بیاد؟ رضا پهلوی بیاد؟ سالار جان شما آلترناتیوی دارید غیر از جمهوری اسلامی؟ بگید ما بریم جمهوری اسلامی رو برانداز کنیم، بریم ما این کسایی که به قول خودشون تو اروپا نمیتونن یه سفر بکنن، بریم حکومت عوض کنیم. آقا جمع کنید تو رو خدا این توهمات بچگونه رو، توهمات 40 ساله رو که هر سال یاد اون تلویزیونای لس آنجلسی میافتم که نوروز که میشد دور هم دیگه میشستن، بعد از اینکه بشکن و بالا بنداز و مینداختم میتونه بشکن و بالا بنداز، ما همه با هم هستیم، بعد میشستن میگفتن که امسال سال آزادیه، امسال سال آخر، هر سال هم میگن سال آخر جمهوری اسلامیه. و بر اساس مسائل سیاسی که نگاه کنی، جمهوری اسلامی در قدرتمندترین دوران خودش داره سیر میکنه. و بحث براندازی اگرم روزی اتفاق بیفته با این بحثای اپوزیسیونی، براندازی جمهوری اسلامی نخواهد بود، این براندازی کلیت ایران خواهد بود. ایران میره. یعنی ما در زمان شاه به درستی نماینده مجلس که آخوندم بود، آقای دانشی غلام حسین دانشی، به درستی ایشون فرمودن که اگر بختیار اصرار کنه شاه بره، تنها شاه نمیره، هم شاه میره، هم بختیار میره و هم ایران میره. این حرف آخوند دانشی نماینده مجلس و وفادار به شاه رو باید با طلا گرفت. حرف تو اون مقطع درست بود. این که شاه رفت ولی ایران نرفت، این شانس تاریخیمون بوده، این کار یزدانه، این کار انجمن مغانه، این واقعا پیچیدگی های ایران اهورایی است. اما حقیقت اینه که شما میبینید که رفتن شاه تو اون مقتب منزله نابودی ایران میتونست باشه، و زمانی که شاه مملکت ما میذاره میره، تو اون شرایط تاریخی در حقیقت ایران قراره بره. خب این شانس تاریخیمونه، پیچیدگی های ایران زمینه که شاه نمیره. امروز هم همینه، ولی با تجربه کشورهای استعماری، چون اینها برنامه شو این بود که شاه بره ایرانو بالکانیزش کنن، ایرانو نابودش بکنن، خب این دیگه شانس تاریخی بود که افرادی چون چمران، افرادی چون سیاد شیرازی و حتی خمینی، و حتی خمینی با همه ارتجاعی بودنش، توی اون مقطع تاریخی پس از دوران شاه و زمانی که حکومت گرفت تا خردادش هست، به ویژه تا خردادش هست، خمینی توانست با فتواهایی که داد به صورت جدی کشور رو نگه داره. اینا حقایقی است که حالا یه مش عقب افتاده یه حامی رضا پهلوی نمیفهمن. وقتی من اینو میگم فکر میکنم من از یک اون خمینی بیمار از نظر مذهبی دارم دفاع میکنم. نه، من از خمینی با تمام وجودم متنفرم، ولی من چون از خمینی متنفرم، آیا این درسته که من اینجا بیام دروغ بگم که نه خمینی مثلا هیچ کاری نکرده؟ چرا، خمینی سر داستان خوزستان موضع درستی میگیره،
و دستور درستی رو به تیمسار مدنی مصدقی میده که ما البته مدیون تیمسار مدنی مصدقی هم هستیم. من حالا چون از مصدق متنفرم و از تیمسار مدنی بابت خیانتی که به شاه کرده بدم میاد، آیا درست زحمت تیمسار مدنی رو سر نجات خوزستان در تابستان سال 58 نادیده بگیرم؟ اینه ما بحث منطق داریم میکنیم. چون تو از یکی خوشت میاد یا از کسی بدت میاد نمیتونی تاریخ رو عوض کنی. تاریخ اینو میگه که تیمسار مدنی مصدقی و خمینی مرتجع باعث نجات خوزستان شدن از دست تصویرم چون اینجوری شد درست شد الان و از دست تجزیه طلبان پان عرب باعث نجات شدن. و تاریخ اینو میگه چه ما از صیاد شیرازی خوشمون بیاد چه بدمون بیاد، چه خوشمون بیاد از کامران چه بدمون بیاد، چه از خمینی خوشمون بیاد چه بدمون بیاد، اینها باعث نجات کردستان شدن. اینو به مخالفین شاه هم میگم، به اون بچهای حزب اللهی که ضد شاه هم هستن میگم، چه شما از شاه خوشتون بیاد چه خوشتون نیاد، پادشاه فقید باعث نجات آذربایجان و کردستان در سال 1321 شدن. اینا در آذر 1321 و مبارزه‌ای که ایشون کردن با پیشوری و قاضی محمد در اون مقطع تاریخی با توجه به اون ضعف شاه از نظر اینکه کشور زیر یوغ ارتش سرخ شوروی و ارتش انگلیس بود و تازه جنگ جهانی دوم به پایان رسیده بود و متفقین در کشور ما داشتن جولان میدادن و محمد رضا شاه پهلوی در حقیقت یک فرد ضعیف و شاه دست نشانده بود و پدرش رو تبعید کرده بودن، با اون ضعیفیش وقتی که محمد رضا شاه به قوام میگه اگه دست منو ببرن من سند جدایی آذربایجان امضا نمیکنم. خب حتی درسترش یک جمله دیگه ایشون گفته، حالا این دیگه چون تو زبون اومده و همگان این گونه میدونن من اینجوری میگم چون نمیخوام مسائل پیچیده کنن، مشخصا محمد رضا شاه گفت من سند سربازهایی که به کشور خیانت کردن در آذربایجان و در ارتش آقای پیشروی رفتن من امضا نمیکنم که اینا مسنون بمونن و کاری باهاشون نداشت باشیم. بعد در مورد آذربایجان هم یک سخنی این چنین گفتن. به هر روی محمد رضا شاه تو اون مقطع تاریخی شاهکار کرده، کشور رو نگه داشته. حالا تو میخوای هر چقدر بسیجی باش، هر چقدر حزب اللهی باش، هر چقدر عاشق خمینی باش، تو اگر بابت این کار از شاه متشکر نباشی یا نه متعصبی هستی که تاریخ رو به عشق خودت داری عوض میکنی. و اینو من به بقیه هم دارم میگم، در مورد اتفاقات پس از انقلابم یا شورش 57 هم همینه. شما مسئله خوزستان و کردستان اگه نقش مثبت خمینی و جهان آرا و تیمسار مدنی که مصدقی بود و اینا رو نبینی، شما ها افراد متعصبی هستید که دوست دارید. متعصب چیز بدی نیست ولی تعصب کورکورانه بسیار مضره. من میگم آقا تعصبم باید تعصب درستی باشه به آب و خاک و وطنمون. ما باید تعصب به مسائل ریشه ای داشته باشیم، نه که بخوایم مثلا تاریخ و به عشق خودمون. پس چرا بحرین رو مثلا، در مورد بحرین مهدی گرامی، اولا بحرین رو من برنامه ساختم. بحرین در اواخر دوران قاجار توسط مصدق السلطنه و مشیرالدوله از ایران جدا شد، ولی به صورت رسمی شوربختانه در زمان پادشاه فقید این اتفاق افتاد و این اتفاقی هم که در زمان شاه افتاد قابل توجیه نیست، یعنی ایراد داره، ولی ریشه اصلی جدایی بحرین مقصرش آقای مصدقه. ولی اینجا شاه هم مقصره تو که به صورت سمبولیک یا به صورت رسمی تر جدا شد، ولی عملا بحرین از زمان آقای مصدق جدا شده بود. علی عزیز دقیقا شما درست میگی، بله به عنوان یک ایراد بحث بحرین به پادشاه فقید وارده، ولی بحرین ریشش کارش آقای مصدق بود. یعنی اگر شاه ایران در مورد جدایی بحرین 10% مقصر باشه، 90% مقصر آقای مصدق و مشیرالدوله. یه سلام بفرست امید برای بسیجیان و سپاهیان. ببین عزیزم، من به تمام کسانی که ایرانی هستن، حتی به توی دوست عزیز عقب افتاده احتمالاً حامی رضا پهلوی هم درود میفرستم، فدای تو بشم.
من همه گه حتی تو هم بالاخره ایرانی دیگه چیکارت کنی، حالا عقب افتاده هستی ولی ایرانی. ببخشی سالار جان من اینجوری صحبت میکنم و چون اهل اینجور بچه بازی نیستم شما هم بلاک کردم، ولی من همه گه ایرانی ها رو دوست دارم. امیدوارم حالا شما هم برنامه ما رو دنبال کنید، یک مقدار آگاه شید. ما به حتی هواداران آقای رضا پهلوی هم درود میفرستیم و ازشون میخواییم عاقل شن، ازشون واقعا میخواییم، چون اینا به آخره میدونید اینا هم ایرانی هم دیگه. ببینید من میگم همه ایرانی هم بجز دیگه حتی مجاهدین خلق، آخه دیگه اینا دیگه خیلی چندش هم مجاهدین، ولی حتی اگه اونا هم بیان میگن غلط کردیم بابت خیانت هایی که کردیم و بیان قول بدن دیگه اهل کشور ما خیانت نکنن، ایران اهورایی اینقدر بخشنده است، اون فرهنگ ایران شهری ها دارم عرض میکنم، اینقدر بخشنده است که مطمئن نه، حتی من در جایگاهی نیستم که بگم اینا قابل بخشش هستن یا نه، ولی مطمئنم که اینها را هم میتونیم بشینیم صحبت کنیم که آیا میتونیم ببخشیمشون یا نه. ایران اهورایی همه رو میتونه ببخشه و امیدواریم امیدواره سا بیام رو خب بیا عزیز بیا شما رو میانم رو خط بیانم اتون شما بیا یه خود صحبت بیانم اگه دوست دارن میتونم بیان رو خط معلوم دوست عزیزو دارم میگیرم. خب توجیه نادرست هست که مصدق عامل اصلیه بحر. نه عزیزم بحث توجیه نیست، استاد شمشیری خیلی قشنگم تو این مسئله توضیح دادم. عزیز من تو رو دارم میارم ولی نمیدونم چه نمیای. من شما رو دارم میارم علی جان. نه نه جان مانو سویلا پس دقیقا میگم من انقدر بلم میاد، ولی گفتم تو جایگاهی نیستم که بخوام مثلا چیز کنم، ولی میگم ایران اهورایی حتی نه اگه میان واقعا میگن اشتباه کردیم و دیگه خیانت نمی کنن، حتی مجاهدین که باید اصلا منحل شن با نسائلا، حرف شما کاملا درسته، ولی به هر حال ایرانی هن دیگه نهایتا. اگه بگم ما ها میدونی آدم های دل رحمی هستیم، یعنی واقعا من خودم وقتی که بعضی وقتا همین مجاهدین رو تو زندان میشستم پای درد دلاشون دلم براشون میسوخ، یکی اینا بخشیشون از روی عقب افتادن. همین الان حامیان رضا پهلوی خیلی اصلا بچه بدی نیستن ذاتا، عقب افتادگی فکری بی سوادی، آخ این بی سوادی پدر مردم مرده رو برده، عقب افتادگی فکری و بی سوادی واقعا باعث میشه که برخی زمانه بعضی در جایگاه بدی قرار بگیرن. ولی چیکار کنیم دیگه، دلمون یه خورده رحم میاد، دلمون یه خورده دل من واقعا بدترین دشمنام هم که میبینم وقتی که هودر رو میشم دلم میسوزه خیلی جاها، یعنی واقعا دلم میسوزه، یه خورده دل رحمم. حالا بیشترین کسی که میدونه من چقدر دل رحمم همسرم هست، من دیروزم داشتیم در یک جا گفتگو میکردیم صحبت دوستا تا دشمنان من شد و من داشتم میگفتم نه حالا اینجوری هم نیست دیگه، همسرم داشت قاطی میکرد اینا توی اون جمع، گفتش که این امید همیشه با این دل رحمیاش. و حالا خیلی فکر میکنم من خیلی فلان و تند و اینا، نه من بدترین دشمنام هم میبینم دل رحمم. خب یا دوست عزیز علی جا من شما رو دو سه بار تلاش کردم بیارم رو خط نشد. من در ارتباط با تنفر شما از مجاهدین به همه تون حق میدم، چون واقعا یک قشر کثیف و زالو صفتی هن. من مشروط برای این که اینا بیان بگن غلط کردیم خیانت کردیم به ایران و دیگه مجاهد نیستیم و این جریان رو جمعش بکنن، گفتم با تبصره شاید بشه بتونیم صحبت کنیم، به شرط این که بگم ما دیگه مجاهد نیستیم و غلط کردیم و از خیانتهاشون به مام وطن پشیمونی کنن. به هر حال فرهنگ اوستا و ایران شهری فرهنگ دل پاکیه، فرهنگ مهربونیه، شاید بشه بخشیدشون. البته تو جایگاهی نیستم و خیانتاشون رو شما درست میگید، اگه برنگردن که اصلا سزاوار بدترین ها هستن، تو این زمینه بحثی ندارم، اصلا حق با شما هم هست. به هر حال من اول برای دیواجی ها کلاس ادب گذاشتم. آره خیلی دلم مثلا اصلا وقتی اینا فوشای خارما در میاد من باور کنم، میگم آقا اینا نزدیشون هم سنشون بالاست، میگم آقا تو خانواده خجالت نمیکشید، اصلا نمیدونم چه جوری میتونن این کارو کنن. مثلا اینکه خودت خودمون میگه ایران انقدر مثلا نکن. در ضمن شما ادبی نیستی که اسم شاهزاده و هوادارشو بیاری. ببین چقدر بی ادبی
دوست عزیز آقای صادق، و خب این بیادبی شما قشنگ، شما هوادار واقعیه و اگه جرأت داری البته بیا رو خط، دوست دارم یکی دو تا از هم نمونه های هوادار رضا پهلوی رو بیاریم رو خط ببینیم صحبت میکنن یا نه. آقای صادق من شما رو میارم رو خط بدونی که صحبت کنم، خیلی مایلم شما صحبت کنید و همین فوشای خارمادرم اگه میتونی خود چرا نمیای پس تو خط، شما هوادار شاهزاده حتی شهامت نداره بیا تو چشم من نگاه کنی فوش بدی، اگر یه بار دیگه میگیرم نیای رو خط شما سزاوار بلاکی، من دارم به تریبون میدم و قول میدم حرفم نمیزنم، فقط میخوام ثابت کنم شما هواداران رضا پهلوی شهامت اینه که تو چشم منم نگاه کنی، اونم مجازی، حالا حقیقی که منو میبینن تو اروپا دومشون رو کولشون میذارن فرار میکنن، تو چشم من نگاه کن و این ادبیات تو بیا بیان کن آقای صادق، بیا شاهزاده دفاع کن در برابر یک مأمور جمهوری اسلامی، بیا نترس، شما میخواید شاهزاده رو ببرید رو تخت بنشونید دیگه، بیا دیگه بیا فوش دادی، بیا اینجا بقیه صحبتاتو بکن، من اصلا حرف نمیزنم دارم شما رو میگیرم، ولی فقط میخوام بهت ثابت کنم آقای صادق افرادی مثل تو موشهای کثیفی هستن همینجوری که شهامت نمیکنی بیای رو خط، الان دارم ایشونو میگیرم جواب نمیده، پس نیا اینجا حرف بزن، شما سزاوار بلاک شدن هستی قربون شکلت برم. خب بازم ور نداشتن ایشون، خب این حامیان آقای رضا پهلوی هم. حتی کسی که ببین یکی از اون چیزاست که میگم چرا از سپاه و سپاه حداقل اینقدر شهامت داره از هر چیزی که قبول داره هر چند اشتباه حاضر جون بده، مثل حججی هم وقتی که میخوان سرش رو ببرن عین خیالش نباشه، شما حامیان بی کلاس نه بی ادب رضا پهلوی حتی شهامت اینو نداری در دفاع از شاهزادتون بیای رو خط حرفتو بزنی، عمومتون که با اکانت های فیکی یه صورتشو بعد یادی حروم لقمه هاشون که صورتشون رو نشون نمیدن، بعد طرف تو آمریکاست توی فلانه در هلند در فلان، بعد به بچه های مردم میگن بریزید خیابون، حروم لقمه بیا صورت تو حداقل تو میخوای شاهزاده تو ببری شاه کنی، تو اروپا هم نمیخوای صورتتو نشون بدی، بعد منی که شما همتون 24 ساعت تهدید به مرگم میکنین من با صورت باز و اینا کل اروپا رو میگردم بدون محافظ و اینا راست راستم راه میرم، شما انقدر بی وجودید، خب بیا رو خط حامیان آقای رضا پهلوی اگه کسی هست بیا بدترین فوشانم به من بده، من سکوت میکنم گوش میکنم، اینقدر بی وجود بعد نیا اینجا کامنت بذار، این من ببینید من تو یکی از جاهایی که دیگه فهمیدم این طیف خیلی بدبخته تو جلساتی بود که واقعا رضا پهلوی داشتم، من میدونم کسانی که میان توی جلسات اینقدر چاپلوسن، یعنی اصلا حرفی برای گفتن خود تو برای چی اومدی با رضا پهلوی بشینه تو جلسه سیاسی، تو که نه را ببین آخه شما شاهان مملکت ما، همیشه درود بر وحید عزیزم در شاهان مملکت ما، خب ولی روم نمیشه خیلی دوست دارم بیام رو فرای تو وحید جان قربونت برم، شاهان مملکت ما در طول تاریخ همیشه مشاورانی داشتن که تو جلسه سیاسی این مشاوران به شاه مشاوره میدادن، هرچند تو این مشاوره برخلاف میل شاه بود میمونن مشاوره میدادن، آقا ما رفتیم تو جلسات با آقای رضا پهلوی حامیان ایشون اومدن به جایی که مشاوره بدن به این بنده خدا که این انقدر حرفای چرن نزنه که الان به این ابتذال برسه، اومدن اونجا هر کدوم از اون یکی سبقت میگینن چاپلوسی کنن بادمجان دور قاب بچینن به قول این شبهای برره پاچه خالی کنن، شما چقدر کثیفید، شما چقدر عقب افتاده اید، خب مملکتو که نمیشه آخه قربون شکلت برم، من حوادر پادشاهی که تمام وجودم برای پادشاهی در میره ولی دارم حساب میکنم آقا پادشاهی خیلی مهمه، فردا نکنه رضا پهلوی بیاد ایران از بین بره به اسم پادشاهی هم تموم بشه، نهاد پادشاهی نهاد مقدسیست برای ما ایرانگرایان، خب کسی که نالایقه کسی که خوشگذرانه کسی که تو باق نیست حامیانش هم اینها هستن که نباید که اصلا مملکتو به اینا سپرد، به هر حال اینا صحبتایی بود که گفتم داشته باشیم با هم دیگه، کوچیک همه هم هستم و نوروزم بر همه عزیزان خجسته باشه، من گفتم مهربونی یک مسئله است که ما همه هم میتونیم ببخشیم، میگم
تمام دشمنان ایران زمین، به شرطی که دیگه دست از دشمنیشون بردارن. به نظر من میتونیم با یک آشتی ملی، چه مجاهد، این نظرم رو دارم میگم، میتونه اشتباه باشه، میتونه مجاهد، میتونه حامی رضا پهلوی، کسایی که عقب افتاده ای که این چند روز با وقاحت از سخنان ترامپ دارن دفاع میکنن، اگر اینها در درگاه ایران بزرگ طلب بخشش بکنن از این راه خیانتی که در پیش گرفتن و در زمین دشمنان وجودی ایران دارن قلم میزنن، دارن در فضای مجازی فعالیت میکنن، توبه بکنن و قول بدن در راستای منافع ملی ایران دیگر خیانتی حداقل نکنن و بابت خیانت هایی که کردن از اکنون به بعد در مقام جبران در بیان، یعنی بیان تمام این اشتباهاتی که کردن جبران کنن، به دیدگاه من فرهنگی که اهورامزدا به ما آموخته، فرهنگ والای زرتشت، فرهنگ اوستا، فرهنگی است که میتوانیم اینو ببخشیم. اما اگر بخوان به همین خیانت هاشون ادامه بدن، مثل آقای رضا پهلوی دنبال این باستن این سناتور اون سناتور آمریکایی باشن، ترامپ یه حرفی میزنه قند تو دلشون آب بشه، بگن آخ چون الان ترامپ میاد ایرانو بمباران میکنه، اینا اینقدر حروم لقمن که یه همچین حرفایی رو میبینید که میزنن دیگه، اینقدر کثیفن که دیدید دیگه، طرف برگشت گفت من میرم تو آلاشت میشینم، تو غلط میکنی. و اگه بخواید به این رویتون ادامه بدید، شماها اینو مطمئن باشید این 40 سال گذشته کسایی که خیانت به این آب و خاک کردن، چه در زمان شاه چه در زمان این جمهوری اسلامی، شماها در تنهایی و انزوا در عقب افتادگی محض خواهید مرد، چون دشمنان ایران اصلا قابل در مقام دشمنی اگر در بیان اصلا قابل ترحم نیستن، مگر اینکه در درگاه ایران بزرگ طلب بخشش کنن.